سلام و بخیر خدمت شما هموطنان گرامی. آرزو میکنم هر جایی که هستین جور و صحتمند و سرحال باشین. دوستان نهایت عزیز، ما یک بار دیگر آمدیم به زیر پل سوخته. خب دوستان گفتن که دیگر نامش پل سوخته نگیریم، خب پل خوشبختی. هنوز مانده که به پل خوشبختی تبدیل شود، به خاطر از اینکه کار جریان داره. میبینین که کارمندان شهرداری با بسیار مشکلات در اینجا کار میکنن، زحمت میکشن تا این پل از پل سوخته به پل خوشبختی تبدیل کنن. ما هم آمدیم تا اینجا در جستجوی آخرین بازماندگان کسانی که معتاد به مواد مخدر هستن بگردیم، پیدا بکنیم یک کس را و ببریم او را در یکی از شفاخانه خصوصی که معتادین تداوی میکنن، اونجا ببریم و تداویش بکنیم. ما در جستجو بودیم و اتفاقا یک برادر ما را پیدا کردیم تا بریم امروش صحبت بکنیم. بعد از اینکه امروش صحبت کردیم و میخواییم که خاطراتشون از زیر پل سوخته بدانیم، در موردشان بیشتر بفهمیم و ببینیم که چطور معتاد شدن، چطور از جمع‌آوری ماندن و چطور ما میتونیم کمکشان بکنیم. اینجا برادر ما از خونه کام خورده. سلام بیادر، خوب هستی جان؟ جور ساعتا خوب بیشی بیشی خوب هستی بیادر جان؟ ساعتا خوب است؟ نام چی است؟ نامم نسیم است. پدر ما اینک از ایران ردمر شدیم، اولادهای ما اونجا از خودم 15 ساله که آغشته همی عمل هستم. بسیار روزهای سخت را میتر کردیم، بسیار حال خرابی است میشکیم. خیلی مردم ها اینجا دهی یخی ها مردن بیادر. یعنی تصمیم داشتیم تر کنیم، فرصت پیش بیاید بر جمعواری جا ماندیم که این خانه شما با شما پیدا شدیم. انشاءالله بریم پاک شدیم برگردیم در آغاش خانواده. نامت نسیم گفتی؟ بله. نسیم جان بر ما قصه کو که چطور معتاد شدی و بسیار خونه کام خوردی، معلوم میشه میلرزی. چیزی نداریم، عمل مقصد نمیدید، رفیق بازی کردیم، مال ازی وزو رفتیم و یک دو دود کشیدیم و این حالی دیگه 15 سال اجبار به مسخ رسیم. نسیم جان خودت زن و بچه هم داری؟ بله زن و بچه دارم، 4 دانم شتوک دارم، اونا در ایران هست. خودی پدر من خودم را دمر شدیم یک دو ماهی که نمیجستم. نسیم جان خودت کدام وقت دیگه هم ترک کرده بودی که دوباره برگشته باشی؟ والا در اینجا ترک نکردم، یک بار در ایران ترک کردم، باز بعد از 2 سال باز برگشتم زدم. خب نسیم جان اینجا خو پل سوخته است. بله. خاطرات زیاد است اینجا. بله. اینجا خیلی جوان ها، بزرگ ها، نوجوان ها، زیاد کس ها اینجا بودن. چه قشوا و روزا رو اینجا سپری کردی؟ والا خیلی وقت نبود، ما هم یک کنی ما هم اینجا بودم. خب. بسیار حال بدی بود، بومش که دیگه چی بگود. مردم بسیار در عذاب بودن. یه خاطری تا برای ما قصه کو؟ خاطره ما کلش تلخ است دیگه مامای، خاطره خوشی نداریم. هیچ خاطره خوشی نیست. این تو وقت شده که مثلا در اینجا خودت بوده باشی که کدام تو یک از جوانا با اثر این استفاده مواد مخدر یا سردی هوا یا گشنگی جان داده باشن؟ بله خیلی شوایی بوده که 4 نفر 5 نفر اثر سردی، سری خماری برمیج مردن. آل خودت ای که در جانت ای چیز هم نیست، بسیار خنک هم خوردی، یک جاکت بسیار نازک و ای هم جاکت ها کدام تر شده، بسیار می لرزی. خودت اتو کدام شب گشنه و تشنه تیر کردی و اینجا؟ خیلی شبا گشنه تشنه بودیم بیدر اینجا. پیداگری نیست اینجا، کار نیست، قریبی نیست. از کجا میشه؟ کجا می باشی؟ شوانه. آل شوانه خانه بچه کاکای مستم قلینا و شوانه میرم خانه امنا. خب در اینجا چقدر شبا را گذشتاندی؟ در اینجا هم یک دقیقه کنی ماهی بودم دیگه. یک کنی ماه میجه بودی؟ آه شب و روز هم میجه بودی؟ شب و روز میزیر پول بودیم بیدر. حتما شکمت هم گشنه بوده و سختی را زیاد کشیدی. از خانواده تماس ارتباط داری؟ کدشان در ارتباط هستی؟ نه خانه که ایچ شماره ندارم، مقصد به چکاکای من بودم اینجا مرا پیدا کرد. خانه امروی از امرو رفتم خانه شان. پشت اولادای دیق شدی؟ چطور دیق نمیشدم. بچی کلانت چند ساله هست؟ 6 سال شد. 6 سال هست. خوردی چند سال هست؟ خورده 1 سال میشه. خوردش 1 سال هست؟ طفلکا چقدر پشت دیق شده باشن؟ دیگه خدا میدانم دیق میشه چطور دیق نمیشه. آه
اینا بخیر بعد از اینکه ما بردیم تداوی کردیم در یک شفاخانه، باز یک آدم خیر پیدا شوه، یک هموطن خیر ما پیدا شوه که برات ویزا و پاسپورت کنه، بخیر میری دیگه پیش اولادای؟ آه چرا نمیرم. چقدر خوب میشه که خودت پاک ببینن، جور ببینن، سرحال ببینن، باز در کنار خانواده باشی. آه خوشی اونام این پاکی ماست به خدا. اینکه ما پاک بشیم دنیا رو در اونا داده دیگه. مادر اولادا چقدر از خاطر خود رنج میبردن؟ والا خیلی عذاب میکشنن، شاهده گریان بدن بیچاره، بسیار آزار دادیم. گوش کن چقدر اونا رو خونجگر ساختی؟ آه بخود کدام وقت ازش مزرعت هم خواستی؟ آه چطور نخواستیم؟ حالا خودت میبینه چی گفتنی داری برشان؟ بر زن بچه ایت؟ برای اونا خدای پاک مگه کمک کنه، شما خدا خیرتون بده، پاک چون باز برگردم در خوش خانواده دیگه، هرچی باشه زن و اولاد. خودت در این منطقه اینمی زیر پل سوخته در کدام منطقهش میشیشتی؟ کجا میبودی؟ اینمی زیر پل، اینمی یک خیمگک جور کرد، قیم بچه ها اینمی زده بودیم. خب در داخل هم خیمگک ها که جور شده بودم زیر اینمی جا بودی؟ آه. خود چی استفاده میکردی؟ شیشه بود یا پودر؟ شیشه و پودر میزنم. اردوش استفاده میکردی؟ خواهی میشیشه و پودر که استفاده میکردی، عوارض از چی بود؟ چی مشکل برات به وجود آورده بود؟ عوارض شیشه که عوارض عصبی داره، کلان عصبی میشی، از کنترل خارج میشه آدم وقت. باز پودر مقصد جان دردی داره دیگه، کدام عوارضی نداره. نزنی آنم جان درد میگیره دیگه، طاقت نمیاد. خب برای اون جوانایی که به مواد نشاور علاقه مند است، پودر میزنن، شیشه میزنن، چارس میزنن، سیگرت و نسوار میزنن، برای اونا چی میگی؟ والا برای اونا دیگه میگن دیگه نزنن دیگه، چی میکنن؟ ما خود 16 سال زدم یعنی می عمل بریم بدبختی است دیگه، واقعیت خسته شدیم خودم. همین روزا هم نمی فکر کم بودم که پیسه روان کنیم کار کنم برم در کم. خب پلان داشتی که خودتان بری بخیر خودت بستری بسازی؟ آه خیلی وقت در فکرش بودم، مقصد خب خوب فیزش نبود، واقعیتش نبود. خب این خداوند خیر بده، وطندارای ما را کمک کردن تا خودت ببریم در یکی از شفاخانه خصوصی ببریم بستریت بسازیم، بخیر صحتمند شوی، جور شوی، بخیر یک روز جور سرحال ببینیم. خانه شما باید خدا همیشه پشتش باشه، خدا یار و نگهدارش باشه. حتی آدم ها پیدا میشه هنوز یک کمک میکنه، دست یک معتاد رو میگیره، واقعا ثواب بزرگ است. در اجتماع در جامعه با چی مشکلات روبرو بودی؟ مشکلات زیاده در جامعه، ولی مشکلات اولش همین بیکاری است. خب مردم چقدر از طرف مردم آزار و اذیت میشدیم؟ از طرف مردم هم هر کسی به یک چشم نگاه میکنه، هر کی پیش میامد یکی میزد دیگه معتاد از گفته. چقدر آدم بیقدر و بیزد میشه در اجتماع، در جامعه. بله واقعا بهش چی بگم دیگه، بسیار اذیت آزار میکنم، مقصد پدری ها را. در این روزا همه پیسی نانهوت از کجا میکنی؟ پیسی نانهوت اونم تور میرفتیم مگان قریبی کمک میکرد، آقان نانوایی میرفتیم یک چند دانه نان میگرفتیم اونه مورا با سودان قدم اون روز تارا تیر میکردی نه؟ خیلی بیا که یک قدم بزنیم با مقسم کم کم بریم بخیر به طرف شفاخانه. خوب است؟ آه برسیم بریم. نسیم برادر ما بسیار زیاد خنک خورده، هوا هم بسیار سرد است، این روزا روزای برفی کابل جان، و خوشبختانه که امروز کمی آفتاب است ولی هوا بسیار سرد، شمال یخ است نه؟ زیاد خنک خوردی معلوم میشه. یکان دانه جمپرک از اینجا بگیرم برات که تا شفاخانه رفتن گرم باشی دقیقا. حتما گشنام خواستی؟ بیا خیر باشه، غم شکمتان میخوره، تشویش نکن. بیا خداوند انشالله امات بتیتا توان بتیتا که دیگه این تصمیمتا قایم بگیری
که دیگه دفعه اول آخرت باشیم، دفعه که تر کنی دیگه سون مواد بر نگردی. ما که میبینم خود زیاد خسته شدی دیگه، شاید دیگه نام مواد نگیری. آه خدای خودش کمک کنه. آه الهی آمین. بیا تو که نمیجه یک جمپر ده میجه نو معلوم میشه که نمیجه یک دفعه بپوش حداقل گرم. یک کمه که کلون هست مگم گوش که فلش را کفت اینه خوب شد گرم شدی زره باز انشالله بخیر آل دفتن گرم شوی باز لباس های گرم بیشتر برات میاریم خب؟ باز غمت هم میخوریم اگر خود زیاد خونه خوردی کلایت هم بپوش نه خوب است خوب است؟ نه هم بست خب دوستای عزیز نسیم جان برادر ما زیاد خونه خورده بود دیگه جمپر برش گرفتیم که بخیر کمک گرم شوه دیگه اینال گشنه هم هست میریم بخیر چی دلت میشه؟ کباب میخوری قابلی؟ هرچی که باشه صحیح است خب بریم خواهی یک کباب برات میگیریم چی گفتی؟ آه؟ ما خود نان خورده آمدیم ولی برای خود یک کباب میگیریم تو بخش کمک تصیر کو که بخیر آماده شوی صحیح است؟ خب دوستای عزیز نسیم جان در زیر پل بسیار زیاد خونه خورده بود ما حداقل یک جمپر بر دفتن گرفتیم تا یک کمک گرم شوه زیاد میلرزید دیگه یک کمی گرم آمدی نسیم جان؟ آه خانه تون آمد خیلی ده خدا گرم شدم خدا را شکر که بخیر گرم شدی نسیم جان دیگه حتما شکمکت گشنه است بله صبح چیز خوردی؟ صبح چای خورده بودیم خانه دیگه چای تا حال دیگه روز نوخت شده دیگه نان چاشت هم نخوردی ها؟ بله امروز باز مواد استفاده کردی نکردی؟ صبح استفاده کردی ها؟ بله خب میبینم یگان جوانای دیگه هم هنوزم در جمعواری سر نخوردن هنوزم باقی ماندن چی درد را سپری میکنن چی مشکلات را سپری میکنن دیگه جوان مشکلات زیاد داره دیگه مخصوص حالی که سرما است فصل سرما است از هم یخی بسیار مشکلات زیاد دارن مشکل زیاد دارن نه شو ده بیرون ده یخی است گشنه و تو آل رام در جمله این بچه که ماندن انوزام هستن بچه که جای بود و باش ندارن در سرکا بخوابن آه زیاد است در سرکا میخوابن آه دیم طول خوش که تکاو هست همونجا پور شوانن جمع میشن همونجا خب کدام جای دیگه هست که تکاو هست که اونجا بودو باش کنن آه در پول خوش که جا هست همونجا در پول خوش که هست هنوز همون؟ بله هنوز هم هست خب امیدوار هستم بخیر اونا هم بزرگترین وقت جمع شوند انشاءالله خدای پا خودش کمک کنه بخیر بتای شما رو بخیر باشی اینا چای محمد بگی تو یک گلاس چای بخور تا نان میایه که کم دیگه هم گرم شوی بخیر این چای که بخیر بخو دیگه خداوند انشاءالله کل ما و شما را کمک بکنه که بخیر از این درد و مرض از این بدبختی کل ما و شما خلاص شویم بخیر اینک این چای نوش جان بکو دیگه ما بر کباب فرمایش دادیم نانم بخو بخیر که خوب آماده شوی باز بخیر بریم خواه اینال نسیم جان بر ما بگو که پشت کدام اولادت خو اولادت مطمئن هستم که می اولاد که هست هیچ کدامش در پدر مادر در ایشان فرق نداره که کدام زیاد دوست دارم کدام کم دوست دارم پشت کدام اولادت زیاد عاشق شدی والا یک بچه 3 ساله دارم پشتمو بسیار یک کمی شوخ است پشتمو بسیار عاشق شده گفتی یک سال میشه نیدی شو ها یک سال که نه اینا 3 ماه شما را در مرشد اومدیم 3 ماه شده؟ بله خب در این 3 ماه دیگه هیچ احوال هم ازشان نداری؟ ندارم نه شما را در خانه هیچ نبودم کمی ردی مرشد اومد خب بیرون اونجا هم کار میکردی؟ بله اصلا معتاد در کجا شدی؟ در ایران در ایران معتاد بله شدی؟ خب چطور معتاد شدی؟ چی کار میکردی؟ این نانم آمد تریاک مریاک میزدیم باز تریاک حتما میزدین که از را کار زیادتر کنین آفرین ها فعالیت زیاد میشه یه خورده بدن آدم چیز میشه فعالیت زیاد میکنه باز سراغ همی دوا شیشه گرفتیم باز این شیشه رو که میزنی باز دیگه بازی از کار خلاص میکنن کار باز فعالتر میکنه چون خواب نداری یک سر آدم فکری صاحب تلاش هسته خب آه از خواب میماند شب و روز کار میکنی دیگه آه دیگه فایده او صاحب کار میشه آفرین وا بجان افغان بدبخت دیگه
نان سرد میشه خیلی، نان تا نوش جان بکو. بفرمایید. نوش جان ما نان خوردیم دیگه، من گلاسک چای میگیرم اون طرف میشینم تو راحت نانک تا بخوری. صحیح است؟ نان تا خوردی باز میریم بخیر طرف شب خانه. بخیر باشی. عزیز و گرامی، شما دیدین که نسیم جان در زیر پل سوخته چنان از هوای سرد می لرزید، بسیار خونم خورده بود. خوشبختانه که رفتیم اتفاقا یک جمپر خوب گرم رو پیدا کردیم و این هم خیلی گرم شد، شکمک شام سیر شد، نان خود خورد، دیگه اراده و تصمیم جدی گرفته، دردی مواد دیده، مشکلاتی مواد دیده که چی به سر آدم میاره. به او خاطر دیگه اینال موتر گرفتیم و میریم بخیر به طرف شفاخانه. یک آدرس بر ما دادن به نام شفاخانه طلوع گفتن. دیگه اونجا یک دفعه میریم بخیر نسیم جان کوشش میکنیم که اونجا بخیر بستر بسازیم، بخیر پاک شوه، دیگه بره به آغوش خانواده خود. 4 تا طفل داره، طفل کلان 6 سال است، خانمش منتظر شه، اولاداش منتظر شه، دیگه بخیر جور شوه، زمینه مساعد شوه که بخیر بره به آغوش خانواده بر بگرده. دیگه ای در حقیقت خیلی حس خوب بر آدم میده وقتی بتونه آدم یک هموطن خود، یک همنوع خود کمک بکنه و بتونه ای را بخیر از مواد پاک بسازه و شفایاب شوه. خب نسیم جان عزیز، گفتی که پشت اولادکایت زیاد دق شدی، پشت مادر اولادا هم دق شدی؟ والا خیلی دق شدیم، بسیار جگر خون هستیم. خدا مگه کمک کنه و خودش یعنی بخیر شما کمک کردید بریم تا کم بستر شیم دیگه پاک شم برگردیم در آغوش خانواده. بسیار از پشت اولادا دق هستیم، از پشت خانواده دق هستیم، همچی جگر خون هستیم. در کنارت هست، تشویش نکو، خداوند کمک کنه کلگی مو شماره دیگه بخیر جور میشی انشالله. آله که راده کدی، آله که تصمیم گرفتی حتما بخیر انشالله خوب میشی. تشویش نکو، نگران نباش دیگه بیادرت. اما تو تا روزی که بخیر شفایاب شوی در کنارت هست بیادرت. خانتون آباد، خدا خیرتون بده. اما بچه که 3 سالت گفتی، نامک چی هست؟ نامش علیه. علی هست؟ بله. بچه که کلانت نامش چی هست؟ مرتضی هست. مرتضی. خب دخترم داری یا تنها بچه هست؟ یک دخترم دارم. دختره که نامش چی هست؟ اون معصومه نامش. معصومه نام داره. چقدر پشت پدرکشان دق شده باشه؟ بله، همونطور که ما دق میشیم، اولادام هم تو دق میشه دیگه. خب او روزا به یادت میاد که در کنار خانواده و اولادایت بودی و که اولادایت چه روز خدا خوش سپری میکردی، در پارک میرفتین، چکر میرفتین؟ بله هم. بله بله. حتما خاطرات خوب شیرین رو در کنار خانواده داشتی. خب در این چند ماه چقدر برای سخت تمام شد؟ خیلی سخت تمام شد، گمش کردیم. این چند ماه اندازه 10 سال برای ما تمام شد. قدی قاوردیم از پیشت اولاد و از پیشت خانواده که چی بود. بیا خیر انشالله. فقط یک ماه یا 2 ماه دیگه فکر میکنم 45 روز بستر میکنن. ما چون میگه دیگه اینا قانونی شفاخانه نمیفهمیم چقدر بستر میکنن. بیشتریاش که 21 روز است. خب دیگه نمیفهمم. ده چند روز میتونه یک کسی که معتاد است پاک شود؟ 21 روز پاک میشه دیگه، هیچ گونه دردی عوارضی نداری. چند روز درد میکشین؟ دردش هم یک هفته درد است. یک هفته باز بیخوابی داری باز. بعد از اون دیگه فکرهای تشویش چیزا میسر آقای. خب پیش از این که ما را ببینی در فکرت میامد که یک رای پیدا کنی بری بستر شوی و از این مواد پاک شوی؟ در فکرش بودم والا که برم کم تر کنم، بسیار خسته شده بودم. حاضر بودی به کم به فنکس بری؟ خب باز این خدا کمک کرد خودش که در طول شما خوردم این شما. حتما کدام کار خیر کار نیک کدام جایی کرده بودی؟ دیگه خدا میدانه. خدا میدانه دیگه. خب بیا خدا مهربان است. دیگه دوستان عزیز، شاید شما فکر بکنین که آمدین فقط یک نفر از شما تانستین که برین تداوی بکنین و از این حالت بکشین.
نجات یک انسان نجات بشر است و ما اگر هر کدام ما هر هموطن ما توانایی داشته باشه بتونه یک برادر افغان خود کمک بکنه یا یک انسان کمک کنه، هیچ افغان نی، یک انسان کمک بکنه که از یک بدبختی نجات پیدا بکنه، شما فکر بکنین که خداوند اجرش به دنیا و آخرت نصیب کل ما و شما میکنه. به هر حال دوستا، حال دیگه ما و نسیم جان میریم. نسیم جان هم تصمیم قایم خود گرفته، اراده کرده دیگه که بره به خیر بستر شوه و پاک شوه. درست نسیم جان؟ میریم به خیر دیگه. هموطنان گرامی، امیدوار هستم که این گزارش طرف توجه شما قرار گرفته باشه. ما نسیم جان از پل سوخته پیدا کردیم، آمدیم به شفاخانه، اما متاسفانه شفاخانه بر دفعتن قبول نکردن، گفتن که قبل از قبل باید هماهنگی میشد که ما صحبت شفاخانه را میگرفتیم و نسیم جان اونجا بستر میکردیم. فقط انشالله یک هماهنگی بعدن میکنیم، نسیم جان بخیر برش تماس میگیریم، شماره تماسش گرفتیم، آل رفت خانه دیگه، انشالله هماهنگی میکنیم شفاخانه را و بعدا نسیم جان بخیر در شفاخانه تسلیم میکنیم. دیگه وقتتان خوش، روز و روزگارتان بخیر باشه، انشالله که صحت و سلامت باشیم. هموطنان عزیز و گرامی، شما دیدین که نسیم جان یک پدر بود که صاحب 4 فرزند از ایران رد مرز شده بود به افغانستان. 3 ماه بود که اینجا در زیر پل سوخته بود و باش داشت، روز حال خوبی نداشت، از سرما می لرزید، یعنی مشکلات زیاد زندگی را سپری کرده بود و اشک جاری شد به خاطر فرزنداش، به خاطر خانمش. بسیار مشکل است برای یک پدر که از آغوش گرم خانواده و خانم و اولادش دور شود و این رقم بی سرنوشت در زیر پل سوخته در جاهایی که اصلا جای زندگی نیست بود و باش داشته باشه، که خوشبختانه با ما سر خورد و ما هم گرفتیم بردیم یک جمپر برش گرفتیم که دقل برای دفتن گرم باشه و شکمکشان گشنه بود. خوب شد که شکمک شام سیر شد و گرفتیم بردیمش تا بستریش بسازیم به شفاخانه خصوصی و اونجا تداوی شود. متاسفانه در شفاخانه خصوصی باید قبل از قبل هماهنگی میکردیم که تا اینا رو ببریم اونجا بستر بکنیم، گفتن که باید قبلا هماهنگی میشود. به اون لحاظ نسیم جان به کمک شما وطندارایی که توانایی مالی خود دارین نیازمند است تا برش کمک بکنین، او هم بتانه برای فرزندهای خود کمک بکنه، برای خانواده خود کمک بکنه و تداوی درست شوه و ما هم تایی که در برنامه بعدی هماهنگی بکنیم و دوباره ببریمش به خیر به شفاخانه تسلیمش بکنیم، حال هم رفت به خانه خود تایی که هماهنگی شوه. انشالله هماهنگی شد، در برنامه بعدی نسیم جان میبریم به شفاخانه بستر میسازیم و تداوی شوه. چون قبل از قبل هماهنگی نمیشد ما نمیدونستیم اونجا ببریم بسترش بکنیم و اونا اجازه صحبت کردن نمیدادن. بناهن منتظر باشین تا ما نسیم جان بخیر ببریم به شفاخانه بستر بسازیم میشه و انشالله منتظر هماهنگی هستیم بخیر تا نسیم جان تداوی خوبتر و بهتر شود. دیگه برای فعلا وقتتون بخیر، روز و روزگارتون خوش، خدا نگهدار.